پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر مردی که خودش شبیه زن بکنه لعنت خدا و ملائکه و بندگان خدا بر او باد، و هر زنی که خودش شبیه مرد بکنه بازم لعنت خدا بر او باد. چی میگه الان؟ طلا مال زنه، حریر مال زنه، آرایش مال زنه، صداشو باری کردن مال زنه، نرم صحبت کردن مال زنه. اگر مردی چه در صدا، کیفیت صدا، چه در راه رفتن، چه در لباس پوشیدن، چه در طلا، چه در لباس از مرد تقلید بکنه و چه در موی سرش خودش شبیه مرد بکنه، این تخنث بهش میگن، مخنثه. و نهایتاً چه؟ لعنت خدا و رسول خدا بر اونه. فرق نمی کنه چه زن چه مرد. در بندر عباس قبل از انقلاب من یاد دارم یک زنی رفته بود سینه هاشو بریده بود، دکتر موهاش هم چه کوتاه کرده بود، سینه هاش بریده بود، عمل جراحی که خودش شبیه مرد بکنه. تو نگاه کن چی میشه. یکی از درجه دارای نیروی دریایی خودمون برای دوری رفتن به ایتالیا، دوست من بلوچه، سال گذشته تعریف میکرد، میگه رفتیم به روم ایتالیا برای یک دوره. در روم که رفتیم در خیابان میرفتیم نزدیک 10 تا 20 تا جوان خوشگل، دختر خوشگل تو خیابان روبروی ما میامدن. اصلا دخترها چهرهشون مثل ماه بود، آدم خجالت میکشید از زیباییشون بهشون نگاه بکنه. ما همینجور دهانمون باز ما تو مبهوتی ساده بودیم که این 20 تا 25 تا عجیب یک رنگ خیلی زیبارو بودن. بعد یه نفر از دوستان دید که من تعجب میکنم، به من گفت که خیلی مات شدی، از این دخترها تعجب میکنی؟ گفتم بله من تعجب میکنم از این دخترها که چقدر زیبارو هستن. بعد گفت اگر یه چیز بهت بگم شاید سکته هم بکنید، 100 برابر تعجب بکنید، اینها دختر نیستن، اینها پسرن. این 20 نفری که داری میبینید اینطوری مثل دخترن، اینها پسرن که خودشونو به شکل دختر در آوردن، شذوذ جنسی دارن، تخنث دارن، از درون شکست خوردن. دیگه وقتی این به من گفت من همونجا مات شدم که چطوری جنس مرد اینقدر پست باشه که اینطوری خودشو، اون خشونتش. تو باور میکنی که بعضی از پسرها امروز نه تنها سیبیل و ریششون میتراشن، جای خودش ابروشون هم بند میزنن، ابروشون. بعضی از جوانها حتی موی پاشون هم چه پماد میزنن که یک سری مواد هست میزنن که موی پا و مردانگیشون رو برطرف بکنن. تعجب میکنه آدم که چطوری اینها مردن، اینطوری مردانگیشونو، و بعد دخترها هم اصلا خودشونو به شکل پسر در آورد. هر دوتا جنس لعنت شدن و بر اونها نفرین شده. مرد باید مرد باشه و زن باید زن باشه. جنس اون طوری دیگره، جنس مرد طوری دیگره.